مرکه افسوس که یو میره بیرون میره را فامیل که نمیره بیرون خوب بوده که افتون نو شاید یو داغ بودن تا یه کارون یو خوش میشه فامیلی. و ما که ای او میبینو بسیار تاسف میخورم که ای آب فراوان بعد از چند روز که ما نگاه به این رود میکنی میبینی که خیلی کم شده، شاید 70% ازی خشک میشه. وطن عشق تو افتخارم، وطن در حد جان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخانت لارزارم. اول همیشه اول گفته که بسته میشه چند سری پول از اومده کی بسته کنه بند باشه کار جریان داره. من دو روز پیش رفت و بند 21 سال که من ایش نویدم 21 سال هم که من شونه خود مفرشته این فارا گفته بند بخش آباد بسته میشه فعلا تال خانه بسته نشه کل مردم هم به جریان هست کار خبر سلام خدافه. سلام خدافه. از ما هم تو مختصر است دیگه نمیگیم زیاد. سلام جور بخیر سلامت. ما میگیم سلام خدافه وقت نداریم درست؟ سلام یک بند بخش آباد آباد شد. تو سعی کن چقدر سبزی کاری در ولایت فرا بر هر ولایت اگر کیلو 70 اوغونی باشه 100% به 20 روپیه میشه اگر کلی 50 اوغونی باشه به 10 اوغونی میشه به نام یاد خدا. سلام بینندگان عزیز وقتتان بخیر، امیدوارم که دارای ساعت کامل باشید و امیدوارم شاد و خرم و با انرژی باشید. امروز هم در خدمت شما عزیزا قرار گرفتم با یک گزارش متفاوت دیگر. بینندگان عزیز طوری که شما به تصویر اینجا رود باغ پل ولایت فرا است که این بار نسبت به بارهای دیگر زیادتر سیل کرده و یک مژهای خیلی زیبای در دوستان عزیز و خواستیم که یک گزارش دیگه بگیریم. با وجودی که ما چندین گزارش از رود باغ پل داشتیم خواستیم که یک بار دیگر بیایم و ببینیم که رود چقدر آب آورده و هم چند دقیقه با هموطنان خود اختلاط کنیم. امیدوارم که از این گزارش شما لذت ببریم، پس با ما باشید و برید با هموطنان خود چند دقیقه اختلاط کنیم. و یک موضوع هم باید بگم دوستان عزیز که ویدیو دیشب حتما دیدین که ما رفتیم به بند بخش‌آباد، دیدیم که کار بند چقدر پیش رفته و که بخیر احتمالاً بند اعمار شود. و امروز هم آمدیم یک گزارشی از همو آبی که از بند بخش‌آباد میاد و سا عزیز روان است به طرف ایران میره، یک گزارش دیگر بگیریم که رود چقدر آب آورده و با هموطنان خود چند دقیقه اختلاط کنیم و مردم ما هم در اینجا خیلی خوشحال است عزیز رود که آب بیاره، باز اونا میاد تفریح و منظره بالاخره لذت میبره و ای کاش که رود ما همیشه آب داشت. به هر حال بریم چند تا شات زیبا از مجهای زیبای رود باغ پل ببینیم و با هموطنان هم چند دقیقه اختلاط خواهیم کرد. بینندگان عزیز دوباره برگشتیم و دوتا از نجوانهای عزیز که در لب رود باغ پل آماده بود داشت منظره می که گفت بیا که چند دقیقه صحبت کنیم و برای شما هم یک شعر دارم. دوستان عزیز من باز خیلی دوست دارم که با اطفال صحبت کنم و یکقدر برای من خوشایند است که دیگه پرسانش نکنم و امیدوارم که شما هم از مصاحبه ما با اطفال با اطفالا که مصاحبه میکنیم شما هم لذت ببریم. با که شروع کنیم. سلام، خوب هستی؟ دست خدا ببری. خوبی؟ خوبم. شکر، سلامت باشی. اسمت چیه؟ محمد یعقوب. محمد یعقوب از ولایت فرا، درست؟ مکتب میری یعقوب جان؟ صف چند هستی؟ صنف 3. چند نمره هستی؟ اول نمره. ماشاءالله اول نمره هستی. بازی اطفالی که از ما درخواست یا تقاضا میکنه که بیا با ما صحبت کنه که باز اونها حتما اول نمره هم هست دیگه 100%. خب برای ما گفتی که برات یک شعر دارم، درست است؟ بله. من هم تا بی صبرانه منتظر هستم که شعر خوب برام بخونی.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخانت لارزارم. به من هر کجایی که باشم، توی جان فضا ایدیارم. وطن عاشقم بر شکوهت، به از در بود سنگ کوهت. وطن قلب من استی من، بود رگ رگم پرز خونت. وطن عاشقم بر شکوهت، وطن در راحت. ماشاءالله دوستو عزیز، این یعقوب جان بر ما یک شعر زیبای در مورد وطن ما هم خوند و ایره بیا که تقدیم کنی به تمام مسافرا، درست است؟ بله. یک تقدیم بکن، بگو شعر تقدیم خاص برای مسافرا. این شعر برای خاص مسافران تقدیم. آه بدگه که از کار نداره، فقط مسافرا است، درست است؟ آفرین، خیلی خوب. از شما با تو خوشحال شدم رفیق. از این بعد که ما تو رفیق هستم، درست است؟ بله. او میشناسی؟ چه کارتانه؟ بچه خاله ماست. بچه خاله ماست، ماشاءالله. تو خوب هستی؟ بله تشتی. شکر. اسم تو چیه؟ همایون. همایون و محمد یعقوب جان آمدیم در سر لود بخش آباد میگیم، در سر لود باغپل دیگه، درست؟ یه طرح گلتون بخش آباد به سر زبان آمانده. بله زهر میگیم، درست هست؟ بله. تا مکتب میری؟ صرف چند هستی؟ صرف دو. چند سال عمر داری؟ چند سال عمر داری؟ چند سال هستی؟ 11 سال. این چند سال هست لالگه کمو؟ ما ده ساله است. چرا که هم میشه صرف دوی صرف سه باشه؟ من شک دارم برای من وقت شما کرد. نه وقت شما کرد. باشه خوب یاد بگیر. خوب چطور است؟ آب و هوا لذت میده برای؟ بله. چقدر لذت میده؟ چند فیصد؟ نه فیصد. بی تو خودت نمیخوای اگان وقت بریم در داخل رود خود به نزبات خود نگه شوی؟ نه. برای ما کدام شعر داری خودت؟ نه. نداری درست؟ خب خیر یک سلام علیکم امروز دوستا داشته باش، یک خدافظی هم بگو که ما بریم بخیر. سلام خدافه. سلام خداحافظ. از ما هم تو مختصر است دیگه، نمیگیم زیاد. سلام جور بخیر سلامت. من میگم سلام خداحافظ، وقت نداریم، درست؟ بله. بخیر باشه. دوستان عزیز میریم چند شات زیبا از مجهای خراسان رود باغپل میبینیم و دوباره برمی بینندگان عزیز، باز همین گوه امید آن روزی که بند بخش آباد اعمار شود. دوستان عزیز، رود باغپل آب زیاد آورده، به طوری که شما هم به تصویر می‌بینید اینجا یک سماور است و یوسف هم در اینجا مصرف کار است. یوسف سلام. سلام شما بخیر. سلامت باشه. اگه خود معرفی کنید نام زیبایتان. عبدالله. کاربرتون نمی است؟ کاربرم شو نخواد برنج فامیل مفروشن روزا که سیل بردگی باشه و بردگی باشه می نمی اینجا فامیل صدا معامله می نفهمید. شما دیگه باز دعا کنین که همیشه وقت رود بیا یک باز کاربرتون. ما همیشه وقت دعا می که افسوس که او میره به ایران میره را فامیل که نمیره به ایران خوب بوده که هفته نو شاید یو داغ بودن تا یه کارو یو خوش میشه فامیل. باز دیگه آب نیست دیگه میره. بعد بارش بشه او اصلا کار خدا نمیفهمه چی زیاد دادم. حالا فعلا همینجا روزا که سیل بردگی است او اصلا میاد. درست مردم هم میاد. مردم هم میاد دیگه کاری هم صبح کاری هم به تفریح میاد. شما چرا کم است؟ خوب باشه که گزاره میشه فهمید، گزاره میشه. یه وقتا که سیل باشه روز 1000 صدا خواست 500 400 میمونه، 1000 صدا کن 400 500 با ما میمونه، 1000 نکنه فهمید 300 2 500 روز با ما میمونه. خدا را شکر. نه. از خدا خواهد سانه شکریت خدا میکشه هر ثانیه. ای صاحب همین آرزوی ما شما است که بند بخش آباد بخیر آباد شه. بس کمر ما دنیا کنه بسته فهمید که بخش آباد بسته شه. کل ولایت فراغ
زیرا و مسا او لارو خیرم میشه سرسبز هم سرسبز هم است بند بخشوات که بخیر امار شوه باز ما که هر روز بیایم در لب رو چقدر لذت خدا درمان در چیزه بالم در چیزه که او بشه اسفالت باشه که کل مردم به تفریح میاد چی گرمی ها باشه زمستان باشه درست است با امار شدن بند بخشوات ولایت فرا یکی از ولایات غنی افغانستان خواهد بود نه بله است درست چیز مالم دار ایسه آرزویی که در دل داره چیه شما رسید هستند حتما یک آرزوی خود در دل دارید آرزو همینه که شما را بی غمی خوشحالی میخواهی فهمیدین آبادی باشه سرسبزی باشه فهمیدین ما گفتیم شاید آرزوی تانی باشه که بند بخشوات بخیره بند بخشوات همیشه و گفته که بسته میشه چند سری پول از اومده کو کی بسته کنه بند بخشوات کار جریان داره ما دو روز پیش رفت بند 21 سال که من اشنویدم 21 سالم به که من شورا خود مفرشتین فرا گفته بند بخشوات بسته میشه فیلن تال خانه بسته نشه کل مردم هم به جریان هست کار خبر هم هست از 21 سال کار نشده برای فیلن امارت اسلامی دیگه اومده خدا بکنه من خوشحالم من خوشحال از خدا خواهد تر میخواه بند بخشابات بند بخشابات امار شده بله. و یوسف دیگه هر روز زمین جو باشه این هر روز زمین جو باشه باشه بله. و ولایت ما هم سرسبز باشه بله بله. لذت بریم نیست بله. دست بارد سلامتی شما شکر از شما یوسف موفق باشه شما زیاد نمیگیریم بفرمایید خدا گرم خدمت شما سلامت باشین دوست عزیز آرزوی همه ما مردم ولایت فرا است که بخیر روزی بند بخشوات ایمار شود تا باشد که ولایت فرا هم یکی از ولایات غنی افغانستان باشد اگر بند بخشوات آباد شود ایزای دل بند ولایت فرا که هست یکی از ولایات زراعتی افغانستان است و ولایت فرا تمام افغانستان را میوه خواهد داد میتونی اجی سب درست دوست عزیز با من باشید میریم چند شات زیبا از رود خراسان باغاپل میبینیم و دوباره برمیگردیم دوستان عزیز رود ما همیشه وقت آب نداره اگر رود باغاپل همیشه وقت آب بیاره و آب باشه اینجا و مردم ما باز در اینجا خیلی زیاد میاد به خاطر سیاحت تفریح چون ازای دل در ولایت ما متاسفانه رود ما نداریم که همیشه وقت آب باشه طوری که شما به تصویر میبینید که عزیز محترم اینجا قرار نشسته و چای هم میخوره باشه که من اینجا بشه اجازه خواست ان شاء الله بفرمایید بفرمایید اینم بعد بگم دوستان عزیز که دیروز سفر ما از بند بخشاباد بود که به بند بخشاباد رفتیم خیلی هم خسته شدیم دیدیم که رود آب آورده گفتیم بیام که یک گزارش بگیریم و خوشحالی همتون خدای نیست سلام بله و علیکم السلام خوب هستین بخیر الحمدلله شب سلامت باشین باشین اگه خود معرفی کنین نام زیبا شما عبدالکریم محمدی اومک یکی از باشندگان ولایت فرا اینجا ما در لب رود چای میخوریم بله بیام در لب رود به تفریق چای بخوریم چطور است لذت میدید خوب واقعا که لذت بردیم امسال بارندگی ها زیاد شده خیلی وضعیت آب و هوای ولایت فرا خوبه ما خیلی از خوشحال اولین بار است در امسال که رود ما اینقدر آب میاره نه اولین بار خود بیا ما دو ولی به چند بار تقریبا 55 روز 60 روز میشه که آب هم تو روان اکثر زیاد آب ناورده نه پیری اول که زیاد آب اومده بار اول است که آب بله. به این که رود ما شما میشه باشه در ازود که با من بیاد اینجا تفریح کنیم چا بخوریم نان وقت چقدر لذت میده بخیر زیاد لذت میاد آرزو ما در ولایت فرا همینه که بند بخشابات آباد شه رود همیشه آب داشته باشه ما کنار رود به تفریح بیایم اینجا منظره کنه اینجا منظره کنیم فکر کنم بله. اطراف است از خود مرکز بله. فرا نیست نه از اطراف ما از ولایت هرات از ولسوالی شندان است شما در اصل از هرات هستید بله برای فعلا زندگی شما اینجا زندگی ما در ولایت فرا فعلا وظیفه چه مصرفیت دارید مترداری دارم متروان است بله برای مرز متر مرز میرم بله با مرز میرم این آب در مسیر را دیگه به شما کدام اذیت خونه میکنه این رود خو نمیکنه دیگه رود آروتک میگه یک رود رو نام رود انار داره اونا که از بین را پول ندارم نو برای چند روز همیشه را مسدود میکنم و امروز هم فکر کنم راه شما بند است از این خاطر باز در اینجا آمدید درسته بله دوست عزیز یک نفرم بعد اشاره کنیم چون برادر ما از هرات است از این خاطر در اینجا چای میخورم ما واقعا این چای نمیخوریم درست نه دیگه همین رسم رواج فرق میکنه ولایت فرا تا هرات مردم هرات کس زیاد چای میخوره کسی که به جای میبره برای دیدنی فلاکس چای همیشه خیلی چای میخوره ولی در فرا با رواج نه بود دیگه رواج داره بله در گرم است از دل که ما عرق کردیم بله و یوسف چای میخوره چقدر لذت این البته برای شما برای ما خوادی است دیگه نه بله یوسف تشکر وقت شما زیادتر نمیگیریم تشکر راجع شما نظر شما راجع بند بخشابات چیه نظر ما خیلی عابتی تنها در ولایت فرا نه در 34 ولایت افغانستان اگر بشه به مردم 34 ولایت افغانستان مفید میرسه چون که یک مایه ایاتیه این بند ایاتیه به همه مثلا یک بند بخشابات آباد شد
تو سعی کن چقدر سبزی کاری در ولایت فرا بر هر ولایت اگر کیلو 70 اوغنی باشه 100% به 20 روپیه میشه، اگر کیلو 50 اوغنی باشه به 10 اوغنی میشه، به خاطر که آب میوه سر دانه زمین مرتکه آب مفته میرسه اونجا کشاورزی میکنه. به این خاطر وقتی بس آرزوی شما مردم هم 100% و ما هم از مسئولین خواهش میکنیم که هر چیزی ترک بند ما را آباد کنه. بخیر ما هم چشکشون هستیم که اگر 5 سال طول میکشه به 2 سال تمام کنه، اگر 2 سال طول میکشه به 1 سال تمام کنه. انشالله آرزوی ما همه میکاره که مسئولین همه زودتر جور کنه. انشالله فیلان خیمارت اسلامی است دیگه وعده که داده حتما و وعده را عمل میکنه و برای ما خوب وعده داده که بخیر بند ما بخیر آباد میشه. وقتی تو روز بخیر برسه حاجی صاحب، من برای شما وعده میدم که بخیر شما باز در اینجا بیایم که سرسبزی باشه و مردم زیاد باشه، باز قدر لذت زیادتر ببرن. 100% لذت میبرن. یعنی امسال که زگو بارندگی کرده چقدر مردم لذت میبرن، اما سال پارسال به این تاریخ 15 برج دو اینجا کس دیده نمیشد، چون که رود خشک بود، آب نداشت، هیچ نداشت، کس نمیاد. امروز سه که مثلا تصویر خوربون داد چقدر موتر اون طرف پولا، چقدر موتر این طرف پولا، مردم سه که زیاد از نگاه سودا معامله، مثلا اون چرخ حال بغل دست ما شما ساده روزی 1500 اتمن کار میکنه. اگر این رود آب نداشته باشه پارسال این در پیان بکنه رود در نمیاد. دقیقا یک معلم دار شیه، یک شیه که مفوتی عمل منفعت به همه مردم میرسه، تمام مردم فایده بله میرسه. ما که از باشنده های ولایت ایرات هم هستم، ولی ما خوشحالم که همیشه آب داشته باشه و همیشه سرسبزی داشته باشه. شما از ایرات هستین، اگر به طور مثال مسئولین امارت اسلامی بگه هر شهروند افغانستان 10000 افغانی بده به خاطر ما رو بند بخشواد، خودتون حاضر هستین؟ الحمدلله حاضرم، اگر همین روی اعلان کنه و جای رن خورد توان خوام به خدمت هم هیچ مشکل نداره. پس بعد بند ما ایمار شما ایمار شد. بله خسته ما هم هست، خسته ما هم هست. درست هایی شد، شکر سلامت بشید، شما زیاد نمیگید چایتان یخ نشه بازده، درست بخیر باشید. دوست عزیز واقعا در اینجا لذت خاص داره، صدای آرام دریا است و همتون هم میگه در اینجا میاد و تفریح به خاطر استراحت خیلی جای خوبی است. با من باشید، میریم چند شات زیبا از موج خراسان دریای ولایت فرا میبینیم و دوباره برمیگردیم. بینندگان عزیز دوباره برگشتیم و همونطور که قبلا گفتم هنوز دوست عزیز وقت است، یعنی تقریبا 2 ساعت دیگه مونده به نماز شام و در نزدیکی های حصر شام باز همتون ما زیاد میاد اینجا به خاطر اینکه اکثرشون مصروف است و اکنون هم میخواهیم چند دقیقه با استاد محترم هم گفتگو داشته باشیم که چرا اینها امروز به اینجا آمده، به خاطر چی. استاد سلام. سلام علیکم، سلامت باشی. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. اگر لطف کنی یک معرفی داشته باشیم نام زیبایت. محمد عارف هستم، یکی از باشندگان ولایت فرا. چه مصروفیت چه کارو بر؟ ولی فعلا مصروفیت خاص و وظیفه ندارم، فقط شغل دکانداری و زراعت پیش دارم. خدا را شکر، یعنی وظیفه خاص هم داری بازم دکاندار هستین دیگه؟ بله دکاندارم. درسته. میش برای بگین چرا شما امروز آمدیم در لب دریای باقوپال؟ ما شما را تا فعلا هیچ وقت اینجا ندیدیم، اگه دلش بر ما بگید. ولی جای خوشبختیه که امسال یک سال بسیار آباد و بچه ها گفتند که رود فرا سیل کرده، به خاطر دیدن سیل آمدم و ما که ای آب میبینم بسیار تأسف میخورم که ای آب فراوان بعد از چند روز که ما نگاه به این رود میکنی میبینی که خیلی کم شده، شاید 70% از این خشک میشه و ای آب طرف کشور ایران میره. ما آرزو ما اینه که بند بخش آباد بسته شده که از ای آب ما بتانی ولایت فرا 80% تقریبا تا 90% زراعت پیشه است، از یه به صورت درست استفاده شوه و چشم به طرف ایران به اندازه که حق قابه از اونا هست باز نو داده شوه. دقیقا. و اگر این بند بسته شوه و دریای ولایت فرا همیشه آب داشته باشه باز همتونان ما هم زیاد میاد، به خاطر دیدن لذت میبره، کاروبار بعض مردم هم جور میشه در لبه درونی؟ بله، اگه این بند بر همیشه
ایمار باشه، ما میتونه که از امی اوی که تقریبا به یک هفته میره ما میتونه مدت 10 سال از امی او استفاده کنیم. تاثیرات مثبت که این بند دار از لحاظ زراعتی که ما مطالعه داری، یکی به هوای گرم فرا تاثیر مثبت میندازه، هوای فرا تابستان به 50 درجه میرسه، او امکان داره به 40 درجه کاهش پیدا کنه چون فضا سبز میشه. و یکی دیگه از مریضی های گوناگون جلوگیری میشه، چون از گرد و غبار اینا جلوگیری میشه، از دولخباد و ریگباده ها جلوگیری میشه که سبز باشه فضا. دقیقا. و یک سوال دیگر، اگر مسئولین امارت اسلامی از هر شهروند افغانستان بگه به خاطر امار بند بخشاباد بیاید 10,000 5,000 افغانی بده، خودت حاضر هستی کار بکنی؟ ما به صفت یک شهروند حاضر هستم که یک ما مصارف کل فامیل که هرچی مثلا یک فامیل مصارف از در ماهانه 20,000 تا 10,000 افغانی میشه، ما امور مصارف از فامیل خود کاهش بده، مثلا امور به 5,000 و باقی مانده کل از امور به امی بند تخفیف بده که آباد شه. و ما مطمئن هستم که تمام شهروندان فرا آرزوی دیرینی از نامی هست که بند بخش آباد آباد شود. پس ما هم از مسئولین خواهشمندیم که این کار حتما بکنن. ما هم از مسئولین امارات اسلامی خواهشمندیم که این کار همینطور که توجه خاص صورت گرفته، هر وقت میبینم مسئولین میره دیدن میکنه، با کار دو شدت ببخشه که هر چه زودتر عاجلتر همین بند بسته شود تا مردم دهقان پرور ما، مردم زراعت پرور ما از این آب مستفید شود. فکرن. بله ایزای دل، اگر دریای ولایت فرا همیشه وقت خواب در ازو روان باشه و این مکان هم سرسبز میشه و امکان زی هست دیگه مردم هم از خارج بیا و دیدن از این مکان زیبانه. بله کاملا، شاید به دیدن از این بیا این فضای که آب باشه. مثلا همین جنگل باقپل قبلا فضای بسیار تفریحی خوب بود، حدوداً چند سال خوشحالی شده، این کلا خوشحال از بین رفته جنگل. انشالله که به امید روزی که پس همین جنگل مثل سابق بوری سرسبز شد. دقیق. خب استاد بزرگ، دیگه وقت شما رو نمیگیریم. سلامت باشید. تشکر از اینکه وقت سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. دوستان عزیز، همونطور که قبلا گفتم، در اینجا که هر شخصی که میآید آرزو زویی است که بند بخش آباد به خیر آباد شود و ایمار شود. بیشتر هم گفتم با ایمار شدن بند بخش آباد ولایت فرا یکی از غنی ترین ولایت افغانستان خواهد شد و این سود بیشترش به خود افغانستان خواهد بود. خب بینندگان از این باز هم میگم میریم چند تا شات زیبا از موج‌های زیبای دریای ولایت فرا میبینیم و دوباره برمیگردیم. تشکر از شما که تا آخر این برنامه با من همراه بودید. بینندگان عزیز، با وجودی که برنامه تکراری بود، چندین بار از رود به آقاپل برنامه گرفتیم، باز هم دل ما نشد، گفتیم بیا که یک گزارش دیگر ببینیم که این بار رود به آقاپل چقدر خروشان است. امیدوارم که از این گزارش، از این برنامه لذت کافی رو برده باشین. دوستا عزیز سلام علیکم. دوستا هست دیگه باش که مرا آب نمره از هر طرف صدا میکنه و مجبور هستیم که جوابشون رو بدیم. باز هم میگم امیدوارم که از این برنامه لذت ببریم و خودم نمیفهمم چی میگم. دوستا عزیز سر احساسات نشم یک دفعه. و گزارش پیشتر هم گفتم شما دیدین که از بند بخش آباد بود گزارش که دیشب نشد و این هم امی آبی که میآیه از خود سرچشمه بند بخش آباد زیاده. اینقدر آب روان بی سرنوشت معلوم نیست کجا میره. خداوند این روز بخیر بیاره که ما ببینیم که بند ما اعمار شده، ولایت فرا یکی از زیباترین ولایت افغانستان شده. با امید آن روز. خیلی مجبور هستم دیگه که امرایتان خدافزی کنم که خیلی خسته هستم، بی یک استراحت یک ماهی نیاز دارم. تشکر از تک تک حمایت های شما. تا برنامه بعد شما را بلا یک تا میسپارم.